اون دارم که این جوونک قابل اعتماد هست یا نه. ترس به دلت راه نده، این جوونی که من دیدم اونقدر دلباخته آیبانوه که اگه سر حاکمم بخوای بر چشم به هم زدنی برات حاضر میکنه. امیدوارم، چون با این ترفند هم از فتنه های این جوونک خلاص میشیم، هم بساط حکومت من بر کاشان مهیا میشه. مطمئن باش سجزی راه خطا نمیره. بخند، تا موفقیت راه طولانی نیست. نقل اون روزم نه اون بود که چرا محبت گفتی، حرفم این بود که چرا پیش خودم نگفتی. جمشید نگفت شاید آیبانو هم حرفی به دل داره و مهری بر زبون؟ جانب حجم و شیدایی منو نکردی؟ گذشت، شب سمور گذشت، لب تنور گذشت. پدرم منو قاصد فرستاد که خبرت کنم زمان آزمون و محکه. گفت خط زندگی به تو رخ میده، به شرط اینکه از ورطه این امتحان سربلند بیرون بیای. فرصت مناسب پیش اومد. من سر تا پا گوشم استاد، امر بفرمه. میدونی وقت زیادی نداریم، باید بساط نجوم و برای استخراج طالعی مناسب در بارگاه حاکم باز کنم تا مهربان با تو راهی بیابون بشه و در زیر تقاطع دو ستاره‌ای که هر چند سال یک بار به هم نزدیک میشن قرار بگیریم. اون وقت طالع سعد و بخت خوش نصیب اون جوون میشه و خداوند اونو از گزند هر بلایی مسون نگه میداره. کدوم دو ستاره؟ میدونی پاداش کاری که انجام میدی چیه؟ زندگی شیرین از این پس در کنار آیبانو. بشارت جناب حاکم، بشارت که اوقات نحس به سر رسید و وقت سعید نزدیک. تلسماتی که ساختم کارگر افتاد. شب شنبه شرف قمر و انقریب عطارد داخل سنبله و قمر از صورت عقرب خارج میشه. خوش هنگامی است برای تبلیغ نایب حکومتی. خوش خبری تو صله گرانبهای برگردن من. پس بساط شعف و شادی مهیا کنیم ها. شب انتهای هفته آدینه مغایره نیرین و یحتمل لیلت البرات. خب با این کلمات ثقیل چی میخوای بگی؟ تجویز این حقیر اینه که مهربان و جمشید منجم رو راهی صحرا کنیم که در محل وقوع حاضر بشن تا اوراد و تعویزی که بر مفرق نوشتم کارگر بیفته. تنها؟ با جمشید؟ جمشید نه، یگان منجم شهر جناب حاکم. گذشته از این مهم در خلوت و تنهایی به دست میاد تا خدای نکرده سیهروی بر بلندی بخت امیرزاده بد نظر نکنه. عبدالغفور، کلام تو آرامش قلب من. هرچی تو بگی. رخصت میدیم مختاری.
تشنگان آشنایی به وجود خودت را سیراب کن و بگو خود میزبان چه کسی هستی. از آن که بر سطر مجلس نشسته است بپرسید که هنگام مرگ پدر او را بر مشی چه کسی وصیت کرد. تیموره؟ اون از کجا میدونه؟ خود را بیشتر بر ما هویدا کن. من همانم که تو را در کودکی دشنهی با دسته سرخ دادم و گفتم زنهار که تیغش جز سرخی نبیند. روح تیموره؟ غیر از من خان بابا هیچ کس نمیدونه. من از این تشویش رها کن. حال برای رعنا جوان حاکم از طالع سعدش و اون چه در رصد ستارگان حاصل شده بگو. حاصل رصد این که در تقاطع دو ستارهی که هر چند سال یک بار اتفاق میفته نقطه ای هست که طالع شما در اونجا رخ میده. من در تلاشم برای این که اون مکان مناسب رو پیدا بکنم تا در اون لحظه فرخونده شما رو اونجا ببرم. احسن بر تو عبدالغفور که شادی و شور رو به ما ارزانی داشتی. سپاسگزارم جناب حاکم. پدرت صحت و سلامتی رو به ما برگردوند و تو سعادت و نیکبختی رو. خداوند در تمام امور یاریت کنه که تو شایسته بهترین هایی. تو رو مثل فرزند خودم دوست دارم و میخوام تو هم منو مادر بخونی. جمشید چیه پسرم؟ چی شده؟ نگران به نظر میاد. نگرانم چی پیش میاد؟ ترس و تردید به خودت را نده. میدونی من پدرم. جز به سعادت آیبانو و تو که انقریب جای پسرمو میگیری اندیشه دیگه ای تو سرم نیست. اگرم ازت خواستم که اون مهمو انجام بدی به خاطر این بود که بدونم آینده دخترمو به چه کسی میسپارم. حالا برو عزمتو جذب کن که اون مهمو به انجام برسونیم. روی خداحافظی ندارم. دل دزم سیاس نه؟ به حرمت برادریمون حلال میکن. به ویس بگو بگو همیشه وامدار شم. همیشه بگو اونم حلالم کنه. جمشید تا
تو خودت خوب میدونی که چطور دل ویس رو مثل کوزه به زمین زدی و مهرش رو شکستی. این بود وصیت مادر؟ این بود؟ دل سیاه من به درک؟ اما دل ویس چی؟ که تو تموم این سالها تو رو مرد خودش میدونست، مرد چه کردی؟ مهرش رو گذاشتی و دل باخته دیگری شدی؟ حقا که بیشرمی، حقا. کاش حالا میفهمید، کاش حالا میفهمیدی مهم که رو بردمه آزمون عشق. شاید از آخرش بیخبرم ولی بیرم، بلکه از این آتش سیاوش بیرون بیاد. برو سیاوش، برو. بد کردی جمشید، بد کردی. اون بد نکرد مویی. من عاشقش شدم بی اون که از ضمیرش بپرسم. تو بد کردی که دم خداحافظی اونو با نیشی رنجوندی. حال عاشق و عاشق میفهمه، حال جمشید و من میفهمم. کجا؟ خدا رحمت کنه مادرو، همیشه میگفت خواب عاشق خواب صادقه. دعا کن براش اتفاق بدی نیفته. چرا به تو اطمینان میکنم رو نمیدونم. مهربان من نوجوانی بیش نیست. پس از تو میخوام ناشناس برید و بازگردید، مبادا کسی شما رو بشناسه و به جونتون سوء قصد کنه. اینجا همون نقطه سعادتی که میگفتی؟ اینجا خیلی غریبه جمشید. اینا همه خیال باطله، اینجا نقطه مرگه. تو اینجا کشته میشی و همه فکر میکنن این کار به دست منجم باشی. نه، همون ستره باشی صورت گرفته، اونم به خاطر کینه‌ای که پدرت داره. این بود اون آزمون عشقی که گفتی؟ این بود؟ بگیرید سرم را برا تمشی. خاموش شد جوان ابله. تو کجا و وصال دختر من؟ خیلی کوچکتر از اونی که در کنار آیبانو قرار بگیر. دلیل این فتنه شومی که تو سر دارین چیه؟ چرا من باید کشته شم؟ چه دلیلی بهتر از این که بعد از کشته شدن تو جایگزینی بهتر از من برای حکومت کاشان پیدا نمیشه؟ همین که دیگه پسری با خونه ایرانی جایگزین حکومت تیموری نمیشه. قوباد تمومش کن. بلش کنه دو بچه رو.
فلش کنی تو بچه رو، فلش کنی تو بچه رو. عزیزم رهاش کنی تو بچه رو، سجدی تو رو خدا رهاش کنی. از هر کسی انتظار خیانت داشتم به جز عزیزترین امیر خود. سخت امیر نه؟ برای من که خیلی سخت. جواب بده، جواب بده، سخت نه؟ جزای این کار چیه؟ اگه تو جای من بودی چه میکردی؟ دوست دارم از زبان خودت بشنوم جزای این کار چیه؟ عبدالغفور تو چرا؟ بهبان یگان فرزندم، سخت عبدالغفور، سخت امیر، سخته، بکشید همه شونو بکشید. نذارید کسی فرار کنه. تمام این قائله زیر سر این بیچار بدون قوه. بر جوانان کاشان که چنین روزی را برای وصلت انتخاب کردن. خدا شما رو توفیق بده حضرت شیخ. خب حالا این جوان برومن کیست؟ بنده زاده است که به عقد دختر سید علی میشه. کی؟ قیاس. سلام. تو؟ من خطبه تویی که براه زندیقان میروی و افعال حرامیان تقلید میکنی بخانم؟ ابدا که چنین بار گناه را دوش خود سنگین نمی کن. خدا حافظ. جناب شیخ. حضرت شیخ. ترس از خدا نبود از مسجد بیرونتون می کردم. حضرت شیخ. جناب طبیب، اجازه میدید این بنده حقیر خطبه عقد رو بخونه؟
شرط مروبت نبود، حالا که به آرزوی دیرینم رسیدم و عروس به هجله میبری در کنارت نباشم. بزرگی رو در حق پسرتون به اتمام رسوندید. خوش به حالت که لقمه حلالت چنین ودیعه‌ای به تو داد. پس از عقد با قدومتون مجلس ما رو منور کنید. بیم مهمل گویان و تنگ نظران نبود که جشن جمشید رو ضایع کنند، این نهایت شادی صفدر بود. با اجازه پدر، آیا دختر این حقیر رو برای جاری کردن عقد وکیل میدونن؟ البته. و شما؟ صاحب اختیار ما. پس من این دختر رو به وکالت شما عقد و از جانب شما قبول میکنم. انشاءالله به سلامتی و مبارکی. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قدم رو چشم ما گذاشتین خاتون، سرافرازمون کردین. سلام. تبریک. سپاس منو از صمیم قلب پذیر نو عروس زیبا. اگر اون روز تو از نقشه شوم به اونا ما رو باخبر نکرده بودی، به حتم جون فرزند من در خطر بود. خواست خدا بود، ولی من بی اون که از چیزی خبر داشته باشم فقط نگران حال جمشید بودم. بفرمایید.
شب عروسی و دختر غمزده تو چارچوب هجله؟ در انتظار جمشید ستاره میشمارم. گمون نمی کردم که امشبم به بام بیای. سلام آقا. بیا 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 از اینجا ببین، امشب تنها شبیه که ماه و ناهید درست انگار روبروی همن. از اینجا که میبینی انگار یکیم. شاید دیگه عمرم کفاف نده یه همچین وضعیتی رو ببینم. اینو به فال نیک بگیر، ولیکن امشب اولین شبیم هست که دو ستاره با هم قرین شدن. ماهت در انتظارته. آخه خوش نداری که همسرت فکر کنه بهش میدی نداری ها؟ چشم. چشم. Thank you.